نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به هموطنهای عزیزم، خیلی خوش اومدی به فینال مسابقه بزرگ قهرمان. متشکرم از همراهی شما. این قسمت ها رو با هم تماشا کردیم و بالاخره رسیدیم به جایی که یک قهرمان از ایران یا ایرلند یا لهستان یا روسیه میسته و تندیس قهرمان میره بالای سرش. بله، اینجا قطعا جای من نیست و باید قهرمان امشب به روی سکوی رتبه اول بیسته. بچه ها، اولین فینالیست رو معرفی کنیم. محمد علی آبادآبادی رو تشریف می‌کنیم. ببینید، محمد علی میتونه زبانی بهتر از ایتالی پرتغالی بزنه. خانومش هم اینجا هست، امیدواریم بهش جوریه و انگیزه بده. 3, 2, 1. پس بریم سراغ دو قهرمان. اول محمد علی آبادآبادی رو تشویق میکنیم که بره صحنه بیاد. حریفش علی اکبر سالاری رو تشویق میکنیم. باید ببینیم کدومشون به نیمه نهایی ما راه پیدا میکنن. 3, 2. بریم ببینیم از بین محمد علی کامل حسین کدومشون رای افغان کن پرتغالی رقابت کنن. 3, 2, 1. جدالی از جنس صعود به فینال. محمد علی که دو برابر امین حسین سن داره. هر دو تقریبا تو یه زمان به استخ میرسن، پشت درب اول استخ ما. محمد علی بسیار آماده بوده، آخرین به تور میرسه زودتر از امیر حسین. محمد علی رقیب بیچاره پرتغالی خواهد بود در فینال. شده تازه ماشالله محمد علی عالی داره میره رو پله ها، کم نمیاره این شیر بچه ایرانی. یه قلب توی چرخش رسیدن جفتشون به سر. محمد علی به باز نیست، اومد پشت در دوبار و میخواد که رد بشه. چه کم بوده به باز شده پیش میره، پیش مسیر قهرمانی. محمد علی جلوتره، سنگور خود بزنه. قهرمانی قهرمانی شب ما محمد علی. بریم ببینیم
بین سروش و محمد علی کدومشون میتونن به نیمه نهایی امشب ما راه پیدا کنن؟ 3-2-1 سروش و محمد علی، دو تا از خوبای هفته استفاق در مقابل هم دیگه. برو خستگی رو خوده. برو سروش. استثنایی محمد علی میکنه. باری کلا. باورم نمیشه محمد علی اینقدر خوب میره. هلالو. محمد علی واقعا جز پدیده های این فصل مسابقه قهرمانه، با اون که 35 سالشه. توی دو بازی قبلی دیدیم که دو تا نماینده ایران حذف شدن، همه یه امیدمون دیگه مونده به محمد علی. با احتیاط پایین میاد، خدا رو شکر آسیب نمیبینه. سروش هم باید مراقب باشه چون مرحله شیب بوق حساس. ببینیم محمد علی چی کار میکنه. سروش هم تو این بخش میاد و کفشش رو تعویض میکنه. محمد علی هم ببین انتظامش رو قرار انجام بده. برکت محمد علی اگفان نسونش بود محمد علی کشتیمون. بریم ببینیم رقابت بین ایران و ایتالیا رو. 3-2-1 نماینده نصف جهان میخواد از سمت ایران بخونه ایتالیایی رو بخونه. حالا محمد فوق العاده خدا مقابش گرفتن بگرد کنه حس و معنی پله از قبا محمد علی ما رسید پشت در افغانستان. محمد علی تو قسمت تو با تمام قدرت میتونه بالا بره. بچه های رقابت سخت و پشت سر گذاشته با تمام قدرت در فینال سایه مسابقه بین المللی قهرمان حاضر. به نظرم محمد علی باید دست به جنبونه تو تعویض کم که بتونه یه شانس بیشتر داشته باشه تو شیب نسبت به ایان. یان کارتونا دیره و میگیره تحتش رو محمد علی اونجیره باشاله محمد علی حالا وقت تک نمایی تو توی مرحله اومد مسیرش رو برو برو محمد علی یا برکنه اومد پشت سره محمد علی رسید به سیبا تو مرحله پایانی. محمد علی با استقامت با قدرت بچه اصفهان بچه نصف جهان میخواد بره فینال شاه ماشاءالله محمد علی یه را پشت سرش داره میاد یه مقدار کنش زخ شده یا بار کنم یه پرش خوب میتونه بره وایت رو تشویق میکنیم. اولین شرکت کننده بین المللی در مسابقه بزرگ و بین المللی قهرمان کسی نیست جز اوران جیمز از کشور ایرلند. اولین شرکت کننده خارجی ما حسن فکرات چشید بریم ببینیم که ایرلند یا ایران کدومشون یه مرحله جلوتر میرن. خارجی ما
العاده چه پدیده عجیبیه این اوران ایرلندی خیلی روحان رفت داره یا ابوالفضل من گرم تو گرم نیست ببینم که چه اتفاق میفته اینجا یه خیلی حساسه بریم برای اینکه ببینیم چه اتفاقی میفته بین ایران و ایرلند سه تا یک ایران ایرلند در مسابقه بین‌المللی قهرمان اوران جیمز وایت و قهرمان خوب میره این اوران محمد امین یه مقدار عقب مونده اوران اصلا رحم نداره اوران خودشو رسون رفت ببینید تو استخ چی کار میکنه نه اولو خیلی به درم تفقم استخ رسیدی فینالیست امشب ما قراره که شرکت کننده این لقیب باشه از اون اول هم معلوم بود خیلی قویه این اوران راحت رفت و زنگو حالا زد حالا زد زنگو چه کسی اولین شرکت کننده ای میشه که به مرحله بعد میره سه دو یک اولین شرکت کننده مسابقه بین‌المللی قهرمان بشه و اورانی که یه مقدارم خوش شانس بوده اوران جیمز وایت و قهرمان شما میخوام آقای خودنگاه فینال هفته اولمون رو افتتاح کنه آقای خودنگاه جناب بفرمایید میریم برای تماشای رقابت بین میلاد و اوران جیمز سه دو یک خوش اومدید به اولین تقابل فینال هفته که ما اینجا دیگه قهرمان قهرمانان میتونه مشخص بشه رسول خودشو به محله سخت اوران و حالا میلاد بابکان هم میرسه و حالا در محله سخت اوران به پشت در سوم زیدنی ما خیلی خوب در سوم هم رد میکنه اما خیلی ازش دور میره میلاد دور رو گره دو بالا میره اوران حالا اومد و در محله شیر قرار گرفته اوران سعی میکنه ردشه نه بالش به ما نه نتونست حالا میلاد این شانس داره که رقیب ایلندی خودشو پشت سر بذاره بعد ببینید فعلا شانسش امتحان میکنه آره جسر اول میلاد هم سرخ خورد شدن شیر کار سخت کرده طولانی شده تقریبا این مرحله شو ولی بازم میخواد اوران شانس خودشو امتحان کنه جور خیز کرده هر کی وای میرسه یا گرفت اوران گرفت رو در نهایت سنگ پای این رو به صدا در میاره اوران جیمز وای میلاد بابکان از ایران رو هست بریم آماده چیم سه دو یک نیمه نهایی فینال امشب ما حالا میره اوران جیمز اما ببینید چقدر تو میره این شیر ایلندی گفتم مثل چاهوی زنجانه میبر رو جلو میره انسان تو محله اصفاق قدر این شرایط به چه صورته تو یه لحظه اوران کفشش در مورد رو پرد کرد خیلی صحنه قشنگی بود بلند در اول حالا اوران رسید پشت در دوم احسان داره گام به گام باید جلو میاد کدومشون میرن به فینال فینالیستای مسابقه اوران در سفو حالا رسید به محله تون
یه مقدار اوران جلوه، ولی تو شیب احسان میتونه بگیرته. اصلا همه چیز برابره. اوران رسید بدن خودش آماده میکنه، احسان هم حالا رسید. کدومشی تو مرتبه اول میتونه شیب تند ما رو بگیره و بالا بره؟ اولین اقدام برای اوران رد میشه یا نه؟ دقیقاً اولین باره که این بخشو داریم میدیم احسان رفت نردمون ما رو بگیره و بالا بره. دیوار کوب شرایط کدومشون رو بهتر میکنه؟ احسان داره این دردی رو شکست میده. اوران یه مقدار کارش سخت شد، تعادل گرفتن خیلی سخته. نیما اینجا به نظر میرسه احسان یه گام جلوتره، داره دستاشو بلندتر پرتاب میکنه، ولی اوران هم نزدیکه. کامل آبی احسان یه مقدار جلوتر بره. اوران عجله ای نداره، به نظر حرفه‌ای‌تر عمل کرد تو این مرحله. و کسی که به فینال فینالیستای ما میره، اوران جیمز بریم ببینیم که آقا مصطفی چه میکنه. 3 2 1 اولین شرکت کننده امشبمون مصطفی از عرضات قندوتی شروع میکنیم. جای پا تو نگاه کن، ماشاءالله کاش اون پای جا خالی نمیرفت. بریم ببینیم مصطفی مرتضی چه میکنن. 3 2 1 تقابل مصطفی مرتضی برای رسیدن به نیمه نهایی. مصطفی جهش خوبی داشت در اول و حالا مرتضی رو از دست دادیم. نیما پدر عالی مصطفی مراقب خودت باش، بیشتر نیاز به زمان هم نداری. مصطفی مراقب باش که مصطفی نشی و حضور تو نیمه نهایی برای ما. بریم ببینیم حسین و مصطفی کدومشون حریف اندرسون تانزانیایی میشن. 3 2 1 یه نیمه نهایی گام و مهنده. حسین غذایی مصطفی حرمتی، مصطفی حالا کم، حالا مصطفی بازم پیشتازیشو ادامه میده و باید سر میشه. حالا حسین هم سریع خودشو به آبهای خروشان میرسونه. جرم سوم نشون میده که کدوم نفر میتونه به تور و در نهایت فینال برسه. توی زمان رسیدم به محله تور، کدومشو به فینال میره؟ به نظر مصطفی چند سنتیمتری جلوتره. بازم آیا شرایط به نفش رقم میزنه؟ آقای سعید زلفی زنگو به صدا در میاره. 3 2 1 ببینیم مصطفی میتونه رقیب تانزانیایی خودشو شکست بده و قهرمان امشب بشه یا نه. مصطفی باید حواسشو جمع کنه، میتونه تو سقف این رقیب قدرتمند خودشو شکست بده. ماشاءالله مصطفی، اونبار انداز کنم هاری تو. مصطفی مرد میدونای بزرگ پشت در دوم، این درو بتونه زودتر رد کنه. مصطفی امیدواریمو خیلی زیاد میشه برای قهرمانی امشبش که یه تو ببینده برای تو رو بالا. مصطفی ایری اومد لعنتی تو رو داره میره بالا، تعاملن گرفته سخت میشه. رسید مصطفی بازا نمیزنه.
بریم ببینیم بین علی و مصطفی کدومشون به محمد سوسرایی میرسن. 3 2 1 اوج حساسیت در مسابقه بین‌المللی قهرمان، جفتشون از کوبای مرحله قبل بودن. مصطفی و علی هر دو تقریبا پای به پای رسیدن به مرحله کفششون رو در میارن و وارد سخت میشن. مصطفی و علی هر دو پشت داره دوم سخت و ازن یه مقدار نفس گیری تا سخت میشه. مصطفی داره دوم رو رد میکنه و سریع علی بلدی خودشو میرسه. حالا جفتشون تقریبا توی زمان به تور رسیدن. مصطفی یه مقدار جلوتره. اینجا ما مهمترین قسمت مسابقه منتظرن همه ببینن که مصطفی چی کار میکنه. به نظرم تشویقشون کنین روحیه‌شون بالا میره. مصطفی تموم داره میشه، تموم میشه، تموم شد. اولین رقابت نیمه نهایی فینالیست های هفته دوم ماست بین سوسرایی و حرمتی، مصطفی و احمد. جدالی برای رسیدن به فینال فینالیست ها. که دربار رو خوب باز کرده فاصله نداره و اختلاف ایجاد نکرده با مصطفی. شیب باید خیلی خوب تی بشه تا برسن تازه به مرحله بعدی. حالا محمد حرکت میره و میگیره. دیگه رفته رفته باید بره سراغ نردبون. مصطفی میره، موفق شده رفت بالا، موفق شده. حالا مصطفی هم میرسه. حالا یه مقدار استراحت بیشتری داشته محمد، باید عجله کنه اگه میخواد عقب نمونه. یه لحظه اشتباه مساوی رفتن به شانس مجدد با یه حرکت آکروباتیک مصطفی رسید به میل پایانی. میره اما محمد سوسرایی جلوی یه تابه نهایی، تابه نهایی سوسرایی. تموم شد درسته شما داخل آب رفتی، ولی ما یه قسمت داریم که شانس مجدده و شما مستقیم وارد اون مرحله میشه. خانم ها آقایان، رسماً آغاز میکنیم رقابت اول امشبمون رو. بریم ببینیم بین مصطفی و امیرحسین کدام یک موفق میشن به نیمه نهایی امشب راه پیدا کنن. 3 2 1 جدال امیرحسین و مصطفی، یکی برای صعود به مرحله بعد و یکی راهی منزل. هر دو ورزشکار فوق العاده است. آخرین شانس امیرحسین و مصطفی است. امیرحسین یه مقدار جلوتره، اما این شیب دردسر ساز ما میتونه سرعتگیر باشه برای هر ورزشکاری. امیرحسین در سوم رد کرد، همزمان مصطفی اومده. حالا هر دو دارن تو رو بالا میرن. حالا اونجا برادرای شریفی هم بهشون کمک میکنن. ببینیم چقدر زمان لازم دارن تا شیب رو بگیرن و رقیبشون رو حذف کنن از دور رقابت. حالا مصطفی هم تو منطقه شیب خودشو قرار داده، به امیرحسین هم خسته نباشید میگه. ببینیم مصطفی چی کار میکنه. تو مرتبه اول مصطفی حرمتی میره. مصطفی برای بار دوم. ببینیم مصطفی و بهادر کدام یک وارد فینال فینالیستا میشن. 3 2 1
مصطفی انقلی با تجربه است که میدونه تو مرحله شیب میتونه به حریف خودش برسه. در اول اما به حالا رد کرد و حالا مصطفی هم رسید. هر دو رسیدن به منطقه تور قبل از شیب ما یه مقدارم انرژی ها گرفته شده. مصطفی هم رسید، برادران شریفی اونجا هستن، امیر حسین و احسان هم دارن کمک میکنن ورزشکارا رو. میره مصطفی، میره با خیلی هایی که ما سخته مصطفی اما خوب شروع میکنه. عالی گره مصطفی، چقدر حرفه ای، چقدر بلده کنه این مصطفی. کوچیلو کشم درو باید مراقب باشه مصطفی، خیلی لحظات براش حساس و مهمه. مصطفی بله بله مصطفی به نظر دوره برای پارتا، به نظر دوره برای پارتا، به نظر دوره برای پارتا. داریم میگیم نه، ولی مصطفی حرمتی به فینال فینالیستا میره. فینالیست بعدی که به جمع ما اضافه میشه از کشور لهستان کریستوف رو تشویق میکنیم. کریستوف اسپلافسکی، 3-2-1. کریستوف رافائل اسپلافسکی از کشور لهستان با خیال راحت هم داره مسیر پله ما رو رد میکنه، انگار قشنگ سوار آسانسور شده. و کریستوف رافائل اسپلافسکی سه دو یک مسلم به قرعه سخت کریستوف خورده در مرحله یک چهارم نهایی. تلف میشه تو آب و در نهایت کریستوفه که مسیر خودشو ادامه میده. یه جوری هم میره زنگو میزنه عرق نمیکنه با اون که این همه مسافت رو موانع رو طی میکنه. بریم بین مهیار و کریم یک نفر رو در فینال ببینیم. امیدوارم صدای ما هم برسه. 3-2-1 خب شروع میشه نیمه نهایی ایران و لهستان. به نظر میرسه این کریستوف واقعا غیر قابل مقابله. سخت میرسه و خوش میدارم. بله کریستوف خیلی راحت در اول رد کرد، ولی مهیار هم همچنین. کریستوف لهستانی حالا در سوم هم رد میکنه. مهیار اینجا باید سعی کنه بگیرته. کریستوف تور رو گرفته و داره بالا میره و دیگه میتونید فینالیست اول امشبمون رو معرفی کنید. کریستوف رافائل اسپلافسکی. آماده میشیم برای رقابت کریس از لهستان و امیر از ایران. 3-2-1 ایران لهستان در فینال مسابقه شب قهرمان. این در خیلی مهمه. کریستوف رسید به مرحله تور. حالا سر شده شرایطش اینه که بهتر امید باید البته امید داشته
داشته باشه، ولی کریستوف نزدیکه به عنوان قهرمان دیگه. رسید بالا و قهرمان شب ما کریستوفر اسپلاتکی. بله خب بریم این رقابت حساس رو تماشا کنیم. 3 2 شب میردار از شمال ایران آیا میتونه نماینده لهستان که 5 دوره قهرمان کشور شدن شکست داده؟ کریستوف سرحال و قبراقه و بریم شرطیشو تو استخ به چه صورت خواهد بید؟ تو دور مقدماتی خوب بودن هر دو. کریستوف قشنگ جونش رفته روی سخت و محله تو. یا ابوالفضل مراقب باید باشه، حسن که خوده برودش بد بود، خدا کنه آسیب ندیده باشن. کریستوف آماده شده تا اولین اتاق خوش انجام بده. حسن و کریستوف و اینجا زنگ پایانی رو میزنه کریستوف رافائل اسپلاتسکی. آماده میشیم برای تماشای اولین رقابت در نیمه نهایی بین لهستان و پرتغال. 3 2 1 پرتغال و لهستان کدومشون به فینال پیرامیدها؟ هر دو تقریبا پای پای تو محله پله هستن. کریستوف به مانند محله قبلی خدا خیلی خطرناک برید. حالا کریستوف هم خودش رسوند به قسمت بالایی تور ما و حالا میتونه بره در کنار ویتالی شانسش رو برای عبور از شیر امتحان. کریستوف میخواد شانسش رو امتحان کنه. حالا حرکت کریستوف میگیره خیلی راحت، خیلی راحت بدون دروغی خودش رو تونست از این محله عبور بده. بار توپ خیلی محله سختیه، قدرت دست بسیار بسیار بالایی میخواد، یه مقدار کار سخت شده اما به نظر راحت و ریلکس اونجا روی دیوار خوب ما. فاصله شون داره کم میشه، به نظر از اونجا میتونه خودش رو پرتاب کنه. ریسک زیاده. چه صحنه عجیبی بود، تو اینجا فوق‌العاده بودن هر دو. کسی برنده است که جلو بوده، یعنی بیشتر مسیر ما رو رفته، پس کریستوف لهستانی موفق میشه مستقیما وارد فینال فینالیستای ما بشه. لیست بعدی آرش دهقانی رو تشکیل می‌کنه. بریم ببینیم آرش چه میکنه. بفرمایید، خواهش میکنم. آرش کمانتیر 21 ساله ما علکی بهش لقب ندادم. گرد خوبی آقا، بیایم بپذیریم این گروه گروه مرگه. خوب زیاد داره. علی آرش چه میکند؟ مرد، ای بابا، ای بابا علی راحت خودشو به توب رسون و دیگه با خیال راحت میرو زنگ ما رو میزن. آرش جان، این شما و این مستر گیرد. Let's go. 3 2 1 ایران لهستان در نیمه نهایی مسابقه بین المللی قهرمانیه. باور نکردنیه که گره که اینقدر راحت و زود جواب افتاد.
گرگ نیکو، اما خیلی جالبه که با روحیه این همه را آمده این چه بوده اون تو آن که اینجا میتونه سارهشو بگیره. کاش که به نهایمون میرسید به اینجا اینجوری آرش باشه با رو میزنه به فینال میرسید. آرش آماده ای؟ مهراد جا شما هم آماده ای؟ من به همراه گرگ اینجوری آها میخوایم آغاز کنیم. 3، 2، 1 خوش آمدید به فینال شب مسابقه احمقان. هیجان، استرام، همه چی داره این فینال چقدر نزدیک فینال مسابقه امشبمون. فوق‌العاده دارن جلو میرن. آرش یهو گام گرفت. ای وای شما دست بکن. او قدیم قهرمانی امشب با آرش که تا چند ثانیه دیگه قهرمانه. قهرمان امشب ما آرش لحظه سرنوشت ساز در فینال هفته ما از بین آرش و اشکان یه نفرشون حریف سیمون آلمانی خواهد شد. باید ببینیم کدوم یک موفق میشن به نیمه نهایی ما راه پیدا کنن. 3، 2، 1 نماینده ایران برای تقابل با نماینده آلمان کدوم یکیشون خواهد بود؟ اشکان یا آرش؟ آرش رسید. حالا اشکانم میرسه. ایمان نمینه این صحنه رو قاطی میکنه. اشکان یا آرش؟ اشکان حرکت میکنه. بریم ببینیم که زور سیمون به آرش میرسه یا آرش به سیمون. 3، 2، 1 فینال آلمان. جدالی برای رسیدن به فینال آمدن واسه قهرمانی اصلا تو مخ هم نمی گنجه. با سیمون، بابا سیمون که من نمی‌شناسم. چی شد؟ چه خوب ممکنه؟ چی شد؟ اصلا سرم درد میکنه اینجور اتفاقا میفته. چو چه لحظه آرش اومد و پاش لیست خورد و افتاد تو آب. تو الان یک فرصت دیگه داری، یعنی خدا رو شکر آرش اینجا این اتفاق افتاد. تو میری به شانس مجدد. سفر نماینده ایران و پرتغال چه اتفاقی میفته؟ 3، 2، 1 آرش اهوازی ما اومده تا ویتالی از لیسبون رو حذف کنه. ویتالی با این حرکات نمایشیش اما اون مصدومیت جریبانش رو گرفته و نمیذاره پیشروی کنه. سر ویتالی رو پله سعی میکنه تلاششو بیشتر کنه و نه فرور میاد. ویتالی هم بهش نکاتی رو میگه برای که شیب رو راحت تر تی کنه. چقدر خوب و راحت، چقدر خوب و راحت.
سلام فرید به آرد. بریم ببینیم بین آرش و ایلیا چه کسی وارد فینال فینالیستا میشه. 3 2 1 آخرین کسی که به فینال فینالیستا میره تا دقایقی دیگه مشخص همینه که این رقابت رو فوق‌العاده جذاب و هیجان انگیز کرده. رقابت دو تا از خوبا، هم آرش هم ایلیا. ایلیا زودتر از آرش رسید به منطقه بالای تور و آرش هم حالا میره. آرش رفت ایلیا میاد و میگیره. آره ایلیا حالا شروع میکنه. ایلیا میره طبقه دوم، فعلا جایی که قرار گرفته. آرش هم شانسشو امتحان میکنه. ایلیا رفت و ایلیا رو گرفت. دم به دم، نفس به نفس هم دارن جلو میرن این دو ورزشگاه. ایلیا از تهران یا آرش از احواز قشنگ رفته جلو. اون چهار آخر لیست بعدی که به روی صحنه میاد محمد سوسرایی رو تشویق می‌کنه. الان خانومت باز میگه این آقای قیاسی چش زدم سر من، هنوز یادمه. تو یه کاری کن که این اتفاق نیفت. چشم. ببینید، تماشا کنید این شما این محمد سوسرایی. بریم ببینیم محمد چه میکنه. شد مدعیان این گروه کارشو خیلی خوب و سرحال شروع میکنه. چرا؟ نه، مثل این که من چشم میزنم. قول میدم دفعه بعدی که اومد روی صحنه حسابی زایش. با آقای سوسرایی هم من اصلا هفته ایم. آه محمد سوسرایی و آلوین آل ایوب با هم تماشا کنیم. 3 2 1 آرمین از اردبیل باید برای رسیدن به نیمه نهایی سوسرایی رو شکست بده که فینالیست بشه. سوسرایی همون ریسک که برقلای مقدمات رو میکنه، اما این بار موفقیت‌آمیز انجام میده. قدش خیلی بلنده و پله رو داره خوب پیش میره. آرمین سوسرایی نشون میده که چقدر آمادگی بدنی بالایی داره و الان زنگ ما رو هم به صدا داره. سه دو یک ایران و کردستان در نیمه نهایی امشب مسابقه بین المللی قهرمان. اولین ضربه رو راحت رد کرد محمد. عالی محمد با یکم جلو کاره. ماشاءالله محمد سوسرایی حالا تو رو چسبیده و داره بالا میره. با خیال راحت میگی محمد سوسرایی نخستی فینالیست امشبه بونه. میرسه بالا و حالا زنگ رو میزنه. تکرفتی حاکمه و رستدیوی مسابقه بنابرای قهرمان خانم آقایان. تا دقایق دیگر یک نفر به فینال هفته و یک نفر منزل تشریف میبرم. 3 2 1 خوش اومدید به فینال امشب مسابقه قهرمان و محمد سوسرایی. یکی جلو علی داره سعی میکنه اون فاصله ای که عقب افتاده رو جبران کنه. به نظر همه
چیز داغ و هیجان انگیز و حساسه. اوه خیلی حساس شده. درب سوم محمد یه گامی جلوتره، حالا رسونه به تو، پیش به سوی قهرمان شده. قهرمان ما محمد سوسرایی. آقا رکوردم زد و محمد سوسرایی اسپایدرمن تویی به خدا. اولین رقابت فینال هفته دوم بین متین بیات و محمد سوسرایی رو تماشا میکنیم. 3 2 1 خوش اومدید به فینال هفتگی مسابقه قهرمان محمد و متین. کدومشون میتونن صعود کنن به نیمه نهایی؟ اینجا دیگه همه چی فوق‌العاده جذاب و هیجان انگیز. متین منتظره و حالا پشت در دوم همه چیز برابر. باور نکردنی سوسرایی، اینقدر راحت در رو پشت سر میذاره. حالا متین هم رسید پشت در سوم، مساوی با سوسرایی رد کرد در سوم و حالا به سور میرسه. توی رقابت های قبلی دیدیم که به خاطر اینکه بچه ها بدنشون خیسته، اون یکی دوباره اول شاید نتونن اون کیفیت رو توی شیبه ها نشون بده. داره خودش رو میرسونه، میتونن اون مرحله شیبه ها هم یکی بشن. اون سرعت خوش کردن هم اینجا خیلی مهمه. بچین حرکت بشنه. حالا محمد اولین رقابت نیمه نهایی فینالیست های هفته دوم ماست بین سوسرایی و حرمتی، مصطفی و محمد. 3 2 1 جدالی برای رسیدن به فینال فینالیست ها. خواهد بود در به اول سوسرایی خیلی قویه تو آب. یکی از آبزیان مسابقه امسال قهرمان محمد سوسرایی استثنایی سخرت میکنه واقعا. محمد علا رقم به این که دربارو خوب باز کرده فاصله ای نداره و اختلاف ایجاد نکرده با مصطفا. خیلی خوبه پیشتی از سوسرایی تو چونم خوبه. شیب باید خیلی خوب طی بشه تا برسن تازه به مرحله بعدیش. یه خیلی سنگینه آیتما، باید این شرایط درد و نفر به چه صورت خواهد بود. از این مرحله تور تا شیب یه مرحله خوشکن داریم ما. سرعت عمل تو همین بخش هم خیلی مهمه. هر کی زودتر خودشو خوش کنه میتونه زودتر اقدام کنه برای بالا رفتن از شیب. دیگه رفته رفته باید به سراغ نرده بود. میرسیم به اون جمله معروف، این آیتم آیتم جهانیه. باید ببینیم محمد سوسرایی این نردبان ما رو که با اون میره بارفیکس بهش متصله چجوری پله به پله بالا. حواسمون به مصطفی هم باشه که قراره برای بار دوم شانسش رو امتحان کنه. مصطفی میره موفق شده رفت بالا. حالا یه مقدار استراحت بیشتری داشته محمد روی نردبون اول رفت و دومی سومی چهارمی میتونه بیا رفت رو بار
فیکسو حالا رسید به دیوار کو. چقدر قدرتمنده این محمد سوسرایی. مصطفی باید عجله کنه اگه میخواد عقب نمونه. خیلی باید حواسش باشه درست شا بندازه. یه لحظه اشتباه مساوی رفتن به شانس مجدد با یه حرکت اکروباتیک مصطفی رسید به میل پایانی. میره اما محمد سوسرایی جلوی یه تابه نهایی تابه نهایی سوسرایی فینالیست بعدی که برای صحنه میاد زلیم خان از کشور روسیه رو تشکیل میکنه. زلیم خان کارش رو شروع میکنه. 2019 تو آلمان قهرمان شده. رکوردش استثنایی میتونه حتی زیر 20 ثانیه و تمام. بله 20 ثانیه و 93 صدام ثانیه اتفاق عجیب غریب. بریم برای رقابت ایران و روسیه. 3 2 1 تقابل ایران و روسیه این بار در برنامه جامعه مسابقه قهرمان دیگه باز همون اشتباه اون دفعه رو انجام داد مرتضی یادگار. زلیم خان حالا دیگه راحت میتونه خودشو به مرحله بعدی برسونه. احساس میکردی مرتضی میله رو بگیره بعد دوباره چرخو بگیره. شنا میره ما آمادگی بدنی عجیبی داره زلیم خان. با پوت چنگو میزنه زنگ آخر ما رو. زلیم خان طرفدار پیدا کرده تو سالن ما. مطمئنم بیننده هایی هم که دارن زلیم خان رو نگاه میکنن طرفدارش شده. خیلی ورزشکار عجیب غریبیه واقعا. آماده ای آقای صادقی؟ بله سرحال. سرحال بدون تعارف یه ایران منتظره که تو زلیم خان رو ببری. بریم ببینیم بازی ایران و روسیه رو. 3 2 1 تقابل ایران و روسیه برای رسیدن به فینال مسابقه بین المللی قهرمان. خیلی عجیبه این زلیم خان داره عالی موانع و پشت سر میداره. کفشا رو پرد کرد سمت شریفی. معلومه با شریفی رابطش خوبی. رسید در محمدش رسید. حالا دلیم خواهد سیسته توره باز کن امیر محمد. بیا امیر محمد هنوز وقت داری. دلیم خواهد نزدیک زنگ. زنگ پایانی رو حالا میزنه. چه شکل و شمایلی هم زد. بریم سراغ فینال هیجان انگیز امشب بین زلیم خان و شایان. آماده میشیم برای رقابت ایران و روسیه. 3 2 1 امید ایرانی ها برای شکست حریف روسی سیدشونه. عالی داره جلو میره زلیم خان. هر دو نفر تقریبا تا حدودی برابرن. حالا خودشون میرسونه شایان به پله. چه پله ای میره این زلیم خان روسی. تو رو بالا برن تو آب میتونه بگیرتش. تو رو جلو ببره. چی افتاد توی آب؟ چیه؟ حالا رسیده پشت در به اول سردشی سردشه برو پایی بزن سردشه. شاید یه مقدار همش سرد شد. خب رسید پشت در سوم. در سوم رو رد کرد و چور پایانی شایان شرایط اینجوریه که پلن در اول رو رد کرده و قهرمان
شب مسابقه بزرگ قهرمان شرکت کننده روسیه ای زلیف خان. آقای خودنگاه زحمت زنگو میکشه، بچه ها باید بدونن که پشت خط زرد بعد از شنیدن صدای بوق و آغاز کنن. 3 2 1. یه تقابل حساس و سرنوشت ساز بین بهادر خودپسند و زلیم خان، که زلیم خان حالا جلو افتاده. چقدر خوب داره زلیم پیش میره، پله ها رو گرفته، بهادر هم رسیده، رقابت به نظر میرسه که نزدیکه. حالا زلیم فرصت داره که تو مرحله استق پیش بیفته. نسبت به بهادر خوب و زود خودشو به استق میرسونه و حالا به داخل آب میره. بهادر هم با کمی فاصله خودشو به استق میرسونه. نریدش باید گسب جمهوره. این سرعت عمله خیلی خیلی مهم و حیاتیه توی محله. چرا؟ چون زلیم هم داره بهش میرسه. همه چیز اینجا برابره، باید بینیم کدوم نفر میتونه تو اولین اقدامش خودشو به بالای شیب برسونه. زلیم خان آماده شده، حرکت میکنه و میگیره. زلیم خان شرکت کننده ی روسیه ای به محله بعدی مسابقه قهرمان راه پیدا میکنه. مستر زلیم خان اوردی. 3 2 1. ایران و روسیه تقابلی برای رسیدن به فینال فینالیستا. میرسه یه جوری پدیده یه دوره مقدماتی و حتی دوره قبل بود. حالا باید ببینیم زلیم خان شگفت‌انگیز رو هم میتونه شکست بده یا نه. همه چیز برابره. نه، زلیم خان انگار داره اول رو رد کرده، حالا داره دوم هم رد کرده. هر دو پشت درهای بسته درب سوم. در سوم همزمان رد میکنم. حساس و سرنوشت باید بره. امیر حسین باید بره الان دیگه. میخواد اولین شانسش رو امتحان کنه. امیر حسین پیک رو گرفته. زلیم شیب رو رد میکنه یا نه؟ زلیم خان یا علی اومد، یا علی اومد. زلیم هم داره میرسه. اوه خیلی خوب میره. این چه شد آیشه به لعنتی؟ خیلی قویه توی نایته. یه جورایی جوانی کرد زلیم کابه فاقا رسید و رفت فینال. زلیم کاب و کسی که به فینال فینالیستای ما صعود میکنه، زلیم خان از روسیه. فینالیست بعدی که بر روی صحنه میاد، تشویق کنید سیمون برونر از آلمان. باید بریم به کشور آلمان، شهر مونیخ. سیمون برونر رو تشویق میکنه بر روی صحنه بیاد. ایشون که دارین تماشا میکنین قهرمان نینجای آلمانه. 3 2 1.
سایمون برونر کارش شروع میکنه این شرکت بان. خیلی به نظر میرسه که گله آتیشه. سایمون داره این رو رکورد فوق العاده میتونست بزن. به 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 بریم ببینیم بین میلاد و سیمون چه اتفاقی میفته. 3-2-1 پاره سخت میلاد برای رسیدن به نیمه نهایی. واقعا باید کاری بکنه کارستان. میتونه رکورد قبلیش رو هم بهبود ببخشه. سیمون میلاد حالا سعی میکنه خودش رو به پنده برسونه و حالا سیمون میرسه و زنگ رو به صدا در میاره. خیلی خوبه این سیمونه آلمانی. بریم به سرعت تماشا کنیم ببینیم کدوم یک فینالیست امشب ما خواهند شد. 3-2-1 ایران و آلمان در نیمه نهایی مسابقه بین المللی قهرمان. آماده و گبراق و سر حال سیمون. در اول و راحت ازش رد میشه. محمد تازه رسیده به چوب. سیمون رسید به چوب. اختلاف یه مقدار زیاد شده. فکر میکردیم شاید تو آب مشکل داشته باشه. نداره و حضور تو فینال رو حالا تجربه میکنه. بریم سراغ فینال هیجان انگیز امشب. 3-2-1 ایران آلمان کدومشون قهرمان امشب خواهد شد؟ و حالا سیمونه که داره پله ها رو میگیره و بالا میره. آلمانی خستگی ناپذیر ول نمی کنه. یکی پس از دیگری پشت سر میذاره. با چه ضربی پرید تو استخ. سرعت خیره کننده شرکت کننده آلمانی تماشاگر رو به بعد برد. با یه زیرابی اومد و در سوم هم رد کرد. خانم ها آقایان قهرمان امشب ما سیمون برونر. امیدوارم تو آیتم دو هیچ کدومشون نیفتن و بریم این مسابقه رو تماشا کنیم. تقدیم شما این هیجان این رقابت. 3-2-1 چه مسابقه ای، چه شبی در فینال هفتگی ما. سیمون برونر آلمانی و گرت میکوئل لهستانی. من دل تو دلم نیست. میدونم تقریبا پای و پای میرسم به شیب ما. اوه سیمون برونر سر و طرف تو استخ ما. ببینیم تو محل استخ کدومشون جلوتر میافتن. یه جوای خطونشون کشید این شرکت کننده آلمانیمون برای همه رقباش. به خاطر پیشینه تاریخی هم که دارن تقابل آلمان و لهستان خیلی برای همه جذابه. تو یک زمان تقریبا رسیدم به شید. سیمون اولین بار خیلی زود اقدام میکنه. رد میشه یا نه اولیه رد شدن نیست. گرگ نیکوئل سیمون برونر یه بار دیگه میخواد شانسش امتحان کنه. چهارمین دفعه میره سیمون برونر. لهستان هست میشه و آلمان میره به مرحله بعدی. بریم ببینیم که زور سیمون به آرش میرسه یا آرش به سیمون. 3-2-1 ایران آلمان جدالی برای رسیدن به فینال فینالیستا. چی شد؟ اصلا سرم درد میکنه اینجور اتفاقا میفته. سیمون برونر داره به تنهایی با خیال راحت مراحل رو میره. سیمون برونر رسید به مرحله شیب ما. آه
حالا سیمون هم میاد. شرایط اینجا خیلی خیلی حساس و هیجان انگیزه. سیمون داره یه تکنیک منحصر به فرد میزنه. آرشم تقریبا برعکس شد و پشت به دیوار کوب. سیمون حوالا به همون منطقه میرسه. ای وای آرش. سیمون ببینیم از اینجا میخواد تاپ بخوره. خیلی کار سختیه. حالا ببینیم اتفاق میفته یا نه. و سیمون برونر به فینال فینالیستای مسابقه بین المللی قهرمان میره.